سلام دوستام، وقتتون به خیر باشه. این روزها خیلی ها هشدارهایی را در قالب گزارش، در قالب پیام، به شیوه های مختلف برای آنهایی که در مقابل ایران هستن میفرستن که همه این گزارش ها بر یک مسئله تاکید داره، اونم اینه: جنگ بلند مدت هیمنه شما رو میشکنه. تو باید از این جلوگیری میکردی، تو نباید میذاشی جنگ بلند مدت بشه، تو رو سوژه میکنه، تو رو مسخره میکنه، باید سعی کنی متوقفش بکنی. گزارش رو میخواییم با هم بخونیم. این گزارش رو یک سرلشکر در نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی برای فارن افرز نوشته و یکی از اساتید دانشگاه هاروارد اومدن توی این گزارش توضیح دادن که نتانیاهو در حال حاضر در دام ایران و مقاومت افتاده. این جنگ رو اگر بخواد ادامه بده رژیم صهیونیستی درش دوام نمیآورد. میخواییم با هم بررسی کنیم ببینیم که چیا داره گفته میشه. فقط من اینو خدمت شما عرض میکنم، مرور این موارد از این جهت ضروریه که ما بعضی وقتا از خودمون این سوال رو میپرسیم که آقا الان مثلا وضعیت میدان چه شکلیه؟ اینایی که اینا تو شبنامه هاشون میگن یا اونایی که اونا دارن تعریف میکنن کدومشه؟ اینه، اون چیزی که در میدان داره اتفاق میفته اینیه که اینجا میگه. اینو شما نگاه بکنید متوجه میشید که چه چیزهایی در حال رخ دادن. میخوایم بریم بررسی کنیم ببینیم که چه چیزهایی داره رخ میده. میگه بحث صلح الان مطرحه و نتانیاهو باید پاسخ بده. اگر صلح نمیخواد پس دنبال چه چیزیه؟ متاسفانه به جای اعلام پیروزی که با اسرائیلی ها و آمریکایی ها اجازه میداد گروگان ها را که اکنون داخل تونل های حماس در حال مرکزن به خانه بیاورند، نتانیاهو در دام حماس و حامیانش یعنی ایران افتاده. اگر نتانیاهو نتواند اکنون پیروزی را بپذیرد، به مسیری برای شکست استراتژیک ادامه خواهد داد. پیگیری نتانیاهو برای پیروزی به معنای ادامه جنگ در غزه به قیمت نادیده گرفتن دشمنانی در جبهه‌های دیگر است که اکنون تهدیدی بزرگتر برای اسرائیل نسبت به حماس به حساب می‌آیند. ادامه عملیات کنونی در غزه نه تنها به نابودی حماس منجر نمی‌شود، بلکه اسرائیل را به یک جنگ طولانی و پرهزینه ضد چریکی و تشدید همزمان در سایر عرصه ها خواهد کشان. میگه آقا شما بیا یه چیزو بررسی کن، تو اسراتو برگردون، بازگرداندن اسرات برای تو بهترین بروزی. وقتی برگردوندی ما هم میگیم باریکلا جنگو برد، دیدی اسراشو برگردون دیگه، هم پیروزی نکن، ادامش هم نده، چون بخوای ادامش بدی مستهلک میشی با اینها. آیا آنهایی که در رژیم هستن خواهند فهمید؟ من قضاوتی ندارم، باید بریم جلوتر ببینیم که چه چیزی اتفاق خواهد افتاد. میگه گروگان‌ها همچنان در تونل‌های حماس جان خود را از دست می‌دهند. اقتصاد اسرائیل همچنان رو به زوال است. جایگاه آن در جهان به سطوح تازه‌ای از پایین‌ترین سقوط در حال حرکت کردن است و نبرد حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی شدت گرفته. در واقع استراتژی پیروزی به نفع ایران خواهد بود. گرفتار کردن اسرائیل در یک جنگ فرسایشی ناتمام در چندین جبهه به طور همزمان تا زمانی که خود را خسته کند. من این نکته داخل پرانتز خدمت شما عرض می‌کنم، یکی از کارشناسای فارسی زبانشون اخیراً اومده بود گفته بود که در پاسخ به اینکه وضعتون تو چه وضعیتیه، تو چه حالی هستین، فهم می‌کنم مدیر رادیوی رژیم بود، تو فضای فارسی زبان گفته بود که الان نمیتونیم حرف بزنیم، باید 2-3 سال بگذره، بعد اونجا خودش رو، تبعات خودش رو برای ما تازه اون موقع بهتر نشون میده. نوعی چیزی جالب به شما بگم، این داره میگه اگر این جنگ پیش بره، این جنگی که فرسایشی شده، اونی که توش آسیب میبینه رژیم صهیونیستی خواهد بود. حالا نکتهش کجاست؟ روزی که اینا اومدن حمله کنن به غزه، همون چند روز بعد از 7 اکتبر که اینا مطمئن بودن یکی دو هفته کار کل غزه رو تموم میکنن میرن، فرمانده سپاه پاسداران یه مصاحبه ای کرد. تو اون مصاحبه برگشت چی گفت؟ برگشت گفتش که اینا به محض اینکه از پشت دروازه هاشون و از پشت دیوار هاشون بیان بیرون تازه میفهمن چه خبره. 300 و چند روز لازم بود که یه سرلشکر نیرو هواییشون بیاد همینا رو بگه. بریم ادامهش رو ببینیم. میگه این مسیر همچنین اسرائیل را به سمت درگیری شدیدتری با دولت بایدن سوق میدهد که بردباریش را از اینکه اسرائیل به تعهدات خود در چارچوب توافق مشترک برای آزادی گروگان‌ها عمل نکرده از دست داده. واشنگتن می‌فهمد که دنبال کردن یک پیروزی کامل دست نیافتنی است. در غزه احتمالاً یک جنگ منطقه‌ای بزرگتر را هم این ماجرا تحریک می‌کند.
که ممکن است نیاز به مداخله آمریکا داشته باشد. یعنی آخرین چیزی که دولت در هفته پایانیش از انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر با آن نیاز دارد. میگه داری میبری آمریکا یارم توی یه شرایطی قرار میدی که نمیخواش. الان جنگ در منطقه رو آمریکا نمیخواد. داره انتخابات برگزار میکنه فلان و بیسار میگه، ولی تو داری هدایتش میکنی. شاید نتانیاهو قصد یک جنگ منطقه‌ای را نداشته باشد، اما این همان رخدادی است که آنچه او انجام میدهد و نمیدهد به آن منجر میشود. آنچه او انجام میدهد یعنی جنایتش در میدان، آنچه انجام نمیدهد یعنی آتش بسی که به سمت شرکت نکردی. میگه جنگ طولانی مدت در غزه در حال شعله ور کردن درگیری در 6 عرصه دیگر است: ایران، عراق، لبنان، کرانه باختری، یمن، که میتوانند به بروز یک جنگ چند جبهه‌ای منجر شود و چنین نتیجه آرزوی یحیی سنوار و حامیان ایرانی اوست. میدونید چی برای من خیلی جالبه؟ همه اینا با زبون بی زبونی دارن سعی میکنن به این توضیح بدن، بگن ببین تو با ادامه بازی داری ما رو به فنا میدی. یا این نمیتونه بفهمه، این تو شرایط فعلی نمیتونه بفهمه. ادامهش رو ببینیم. میگه جنگ غزه در 6 جبهه دیگر میتواند شعله‌ور شود و از طرفی میتواند این جبهه ها رو متحد بکند، یک حلقه آتش در اطراف اسرائیل ایجاد کند که موجب میشود اسرائیل از درون فرو بپاشد. اسرائیل برای چند سناریو یک استراتژی قابل اجرا نمیتواند داشته باشد. دلیل بر این تنش‌ها و کاستی‌های درون خود اسرائیل است که از همه جبهه ها مهمتر است و روز به روز در حال تشدید شدن است. میگه آقا جون تو بخوای همزمان با اینا بجنگی، اولا متحدشون کنی، دوما تو استراتژی براش نداری، سوما تو درگیر خودتی. اصل مشکل داخل فلسطین اشغالی. تو وقتی اینجا مشکل داری چجوری میخوای با اینا مقابله بکنی؟ شهرک نشین ها و آنهایی که در داخل فلسطین اشغالی هستن تحملشون برای این وضعیت به کف رسیده، به بدترین حالت رسیده. اینا به خوبی اینو فهمیدن. میگه اسرائیل چنین سناریویی رو نمیتونه مدیریت بکنه، علاوه بر این تنش ها و کاستی ها در درون خودش خیلی زیاده. از ناکامی در اجرای قانون، از جمله مقاومت در برابر سربازان یهودیان ارتودکس و تلاش برای تضعیف قوه قضاییه، تا نفوذ به پایگاه‌های ارتش اسرائیل و خشونت‌های افراطی علیه فلسطینی‌ها و مسائل دیگر. میگه اینا چیزایی که داره داخل تو اتفاق میفته و نشان میدهد اسرائیل نمیتواند در صورتی که درگیر جنگ بی پایان و غیر قابل پیروزی با همسایگانش باشد دوام بیاورد. میگه با این دست درون بری جلو. همین چند وقت پیش، 2-3 روز پیش بود فکر کنم، یه راننده اردنی توی مرز عصبانی میشه، اسلحه میکشه، 3 تا نظامی صهیونی میزنه. اردنیا به محض اینکه متوجه میشن راننده اردنی بوده، صهیونیسا به محض اینکه متوجه میشن طرف راننده اردنی بوده، همه راننده اردنی که اونجا بودن رو بازداشت میکنن. بعد اون راننده اردنی رو به شهادت میرسونن، پیداش میکنن تو درگیری اینا به شهادت میرسه. این وضعیت آتش زیر خاکستری که ما در کشورهای مثل اردن و مصر هم که میبینیم خفه خون گرفتن، مردمش این حالتو دارن. مردمش میدونن یهودیه تو خونش وقتی داره بچهشو بزرگ میکنه میگه اردن فدات بشه، مصر فدات بشه، سپر بلای اسرائیل. میدونه به اینا اینو میگن، ولی خوشش نمیاد از این تأخیر و تا یه جایی میتونه دوام بیاره. رژیم با حماقت خودش، نتانیاهو با حماقت خودش داره اینها رو به سمتی میبره که میتونه یک فاجعه رقم بزنه و این داره بهش اشاره میکنه. اسرائیل به طور تاریخی فهمیده است که جنگ‌های فرسایشی اقتدارش رو تضعیف میکنند. قدرت قاطع و ضعف آن پایداری را برجسته میسازد. اسرائیل باید به دکترین امنیتی اثبات شده خود بازگردد. خیلی حرفا، میگه آقا جون یه دعوایی رقم میخوره، اگه 2-3 روزه باشه تو میتونی نشون بدی آدم خفنی هستی و از خودت یک قدرت قاطع بودن رو منتقل بکنی، ولی اگه طولانی بشه قدرت قاطع نیستی. اینا همه میفهمن. شما رسانه فارسی زبان رو اگر نگاه بکنید، اونایشون که ضد حاکمیت ایران هستن الان همشون در حیرتن از عجز اسرائیل. چرا دارن از عجز اسرائیل حرف میزنن؟ چون به همه عیان شد، به همه عیان شد. بعد میگه پایداری تو نمیتونی انجام، تو مقاومت در درونت وجود نداره. میگه اینم از جمله چیزایی که جنگ بلند مدت اتفاق بیفته همه میفهمن. از کجا میفهمن؟ 1,000,000 نفرشون پیشیدن به بازی، 550,000-60,000 نفرشون کمتر یا بیشتر از شهرک‌های خودشون فرار کردن، رفتن به مناطق دیگه داخل فلسطین اشغالی. این وضعیت رژیم صهیونیستی.
میگه اینها داره عیان میشه برای همه، تو باید سعی بکنی جلوگیری بکنی، جنگ های کوتاه و در قلمرو دشمن پیروزی در هر نبرد، حمایت ابرقدرتی همچون ایالات متحده، ائتلاف منطقه‌ای برای مقابله با محور افراد و تمرکز بر ملت سازی، بازیابی اقتصادی و کل پروژه صهیونیستی. این استراتژی نیازمند شکست دشمنان و حذف تهدیدات آنها به طور متوالی و اولویت بندی شده است. میگه تو باید سعی کنی اینا رو انجام بدی، اینا رو باید سعی کنی انجام بدی، نه اینکه بری توی جنگ طولانی مدت بیفتی تو غزم گیر بکنی و ادامه داستان ها. من فکر میکنم اگر الان بخوایم بگیم دلسوزان رژیم صهیونیستی در داخل خودش، اونایی که دلسوزشن صهیونیستن، چه کسی رو دشمن واقعی رژیم میدونن و بر این باورن که این باید باش مقابله بشه، اون شخص نتانیاهوه. نتانیاهو هیچ کس دیگه ای نیست. از نگاه اینه شما ادبیات رو ببینید چیا داره میگه. بریم ادامهش رو با هم بررسی کنیم. میگه اختلاف اصلی نتانیاهو با گفتگو درباره توافق در غزه، تبادل اسرا بر سر خروج نیروهای ارتش از غزه است. از زمانی که نیروهای اسرائیلی در واکنش به حمله 7 اکتبر وارد غزه شدند، دو کریدور را ایجاد و تقویت کردند تا از واردات سلاح جلوگیری بکنند. بعد میگه از طرفی تو یک جلسه اومدن به نتانیاهو گفتن ما این کارا رو انجام دادیم، داریم سعی میکنیم مقابله کنیم، ولی این میگه باید محورها دست ما باشه. میگه با این کارش داره ادامه میده ماجرا رو که آتش بس اتفاق نیفته، خانواده هم صداشون در اومده و با این مرگ و میری هم که از اسرا اتفاق افتاده دیگه نمیشه تحمل کرد و آینده رژیم رو داره میگه. میگه آینده رژیم در حال حاضر کاملا نامعلوم است. پس از ناکامی در انجام این کارها در این سه ماهی که از زمان ارائه طرح کنونی بایدن می‌گذرد، چرا باید امیدوار بود که نتانیاهو اکنون این گزینه‌ها را انتخاب بکند؟ او در درجه اول یک حیوان سیاسی بسیار باهوش است که می‌داند چگونه زنده بماند. همین امر او را به طولانی‌ترین نخست‌وزیری خیلی تیکه وحشتناکی انداخت. می‌دونی چی داره میگه؟ میگه آقا تو یه سیاستمدار صهیونیستی، تو یه حیوان سیاسی هستی که فهمیدی چجوری باید زنده بمونی. یکی دو تا از این برنامه‌ها رو من نگاه می‌کردم، طرف میگفتش که این چجوری اینقدر سال تو قدرت دووم آورده در فلسطین اشغالی، تو پرونده داری، پرونده قضایی داری، این همه آدم علیه کف خیابونن، این همه هم جنایت کردی، بعد در قدرتی، یه سالش اینجوری گذشتی، یه سال در قدرتش اینجوری گذشت. زیباترین تعریفی که من از نتانیاهو شنیدم توی گزارش‌های مختلف همینه که این یک حیوان سیاسی بسیار باهوشه که فهمیده چجوری باید زندگی بمونه و همین امر او را به طولانی ترین نخست‌وزیر در تاریخ رژیم تبدیل کرده. ولی به چه قیمت؟ الان منفورترین هم شد به لطف فلسطینی ها و عملیات هایی که انجام دادن. بریم ادامش رو با هم ببینیم. میگه او باید درک کند که به جای ادامه دادن به راهی که به شکست نهایی برای خودش و کشورش منجر خواهد شد، در راستای منافع خود اوست که مرحله اول توافق را اکنون بپذیرد، گروگان ها را در ازای یک آتش بس شش هسته ای به خانه بازگرداند و این شانس را بپذیرد که با حرکت سایر مهرهای شطرنج گزینه های بهتری داشته باشد. هیچ وقت نمیتونه قبول کنه، به خاطر اینکه بله ممکن هست مثلا به نفع شهروندان صهیون باشه و از یک جنگ فرار بکنن و این بیابوری در دنیا خاتمه پیدا کنه، ولی آغاز بدبختی رژیم صهیونیستیه، آغاز بدبختی رژیم، این چیزی که آنها میفهمن. بریم ادامش رو با هم ببینیم. یه اسرائیل همیشه یک ملت محاصره شده بوده، برای آینده قابل پیش بینی نیست چنین خواهد بود. همانطور که نخست وزیر سابق بن گوریون به درستی تاکید کرد، سرنوشت کشور به دو چیز وابسته است: قدرتش و درستکاریش. او به واقعیت پی برد که بدون یک دفاع قوی و مؤثر در برابر تهدیداتی که اسرائیل را احاطه کرده، این کشور از نقشه محو خواهد شد. اما او همچنین بر لزوم پایبندی به ارزش‌های عدالت و آزادی که اساس هویت و مشروعیت اسرائیل به عنوان یک دولت دموکراتیک است اشاره کرد. چقدر دموکراتیکه، داره اشاره میکنه به اینکه آقا این اگر اینا رو در داخل درست نکنی، با این نارضایتی‌هایی که هست و خشمی که هست، ما هیچ کار نمیتونیم کنیم. گزارش خیلی مفصله، ادامه‌اش رو بخوام ارائه بدم، اومده توضیح داده 100 میلیون عرب و مسلمان ما رو محاصره کردن، از دست ما خشمگین هستن. میگه 7 میلیون فلسطینی اینجا در کنار ما هستن، اینا از ما چی میخوان؟ ما میتونیم با اینا مثلا همشونو بریزیم بیرون؟ میتونیم با همشون بشنگیم؟ باید بتونیم یه راهی پیدا بکنیم مسئله رو مدیریت بکنیم. آینده برای این لانه
جنایت در منطقه ما نمیتوان متصور بود. نمیتوان متصور بود و اوضاع برای این ناپاکی‌ها در منطقه غرب آسیا به یاری حضرت الله پیچیده‌تر خواهد شد. کمی صبور باشید، اینها در گزارش‌های خودشون بهش اعتراف خواهند کرد. من طولتش نمی‌کنم. اگر شما نکته‌ای داشتین، بحثی بود، حتما در قالب پیام‌بریمون بفرستین. کمک بکنید که برنامه ما با پیام‌های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.